پیامی از ناو ایرانی به ناوهای خارجی. ناوهایی که برای اجرای یک تمرین مشترک آمدند. یکی از شناورها وارد آبهای سرزمینی ایران شد و مورد استقبال نیروی دریایی ارتش قرار گرفت. پس از لنگر انداختن ناوها، حالا فرماندهانشان آخرین هماهنگی‌ها را در اینجا، یعنی مرکز بین المللی امنیت دریایی دارند. هدف ما از حضور در اینجا تأمین امنیت در منطقه و پشتیبانی از نیروهایی هست که اهداف مشترک دارند. امیدواریم این همکاری‌های سه کشور در آینده هم بیشتر شود. خیلی خوشحالم از شرکت در این رزمایش به همراه دو کشور دوست و قدرتمند ایران و روسیه. ما باید در کنار هم به فکر تأمین امنیت در این آبراه مهم باشیم. اعتقاد داریم برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند مرهون همکاری کشورهای منطقه و کشورهایی که در این ناحیه منافع دارند با هم و با همکاری هم میتواند برقرار بشه. حالا ناوگان دریایی چین و روسیه در کنار نیروی دریایی ارتش و سپاه آماده برگزاری چهارمین رزمایش در شمال اقیانوس هند میشوند. اقیانوسی که مسیر حدود 70% تجارت جهانی است. رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی فردا با سرفرماندهی ناو تمام ایرانی معروف جماران وارد مرحله اجرایی می شود. میثم دلاوری، گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، شمال اقیانوس هند.